با سلام درود و احترام خدمت هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما هستم که ممنون از استقبال شما از کلیپ های دیشب به حضور راجع به این اپوزیسیون ها. من رو اپوزیسیون تو دسته که روی خواهم گذاشت. بین اینها هر زمانی که میگذره یک سری افراد هستن در دنیا، یک دولتی هست از لعنت های دولت های دنیاست، از بیشرف این دولت های دنیاست و از حسودترین و بخیلترین های آنهاست. حتی اینقدر بخیل، بسود، حسود و خسی هستن خودشون نمیخورند، اما نمیخوان دیگران هم بهره برداری بکنند. هرچی مریضی و بدبختی و فلاکت مردم دنیا میخوان و خودشون همیشه تو همن اخوان تو اصلا خندی لباشون نمیبینید. اینها ذات اینه که برای دیگران دام درست کنند، نمیخوان دیگران بکشن بالا، خودشون دارن میکشن و حفظت اینا میکنن و این صحبت خواهم کرد. اینها بلاها سر کشور آوردن اصلا سال 57 به بعد. من اینا رو صحبت خواهم که به نسل جدید، نسل جدید همه چیش بیسته اما غرور دارن و بازی میخورن و من نمیخوام بازی بخورن. بازی خوشون کم شده ولی همون 1% 2% 5% نمیخوام بازی بخورن. من اینا رو صحبت خواهم کرد. اما راجع به مسیح نجات و ابسالوم، دوستان عزیز شما خوب میدونید، منم میدونم اینها خودشون عددی نیستند. اگر من اینجا صدا میبرم بالا، اگه داد میزنم، نه به اینها بخوام میگم، عدد نیستن، نمیفهمم چی میگن. هدفم ارباباشونه که بعد صحبت خواهم کرد. اینا فقط یک از خیمه شبازی هستن، اینا هیچ نوع صحبتی هم ندارن، فقط میذارش جلو بعد ببینیم بازخورد مردم چیه. اگه بازخورد مردم بازخورد ساده بود خب میگم برو جلو، وگرنه سریع زوالدان تاریخ میزن خودشون. اخبار میخوام بگم بعد از اینها و دامهایی که واسه جوانا میچینن حتما صحبت خواهم کرد. من چند روز پیش بحث ترکیه چند صحبت کردم، خیلی بعد استقبال کردم دوستان. بله همینه، باید بیروز باشیم و بگیم و و و و نصف بنیر درباره جمهوری اسلامی کودک‌کش در خیابان ولیعصر و اعتراضات هم که ادامه داره. شیوه کار فرق کرده، شیوه کار پیشرفته شده، روش کار تغییر کرده و کاربردتر و کارآمدتر شده. درست نقاط ضعف این آشغالا رو پیدا کردن و خوب بازش میدن. بازش یه خبرنگار و از یه دیگر بخشیم صرف خودم برم این مانه صفحه آسیدن یک پایگاه بسیج در قلعه حسن خان شهر قدس یک شمه شب. فیلم هاشم کس میبینید یک اتفاق خوب داره تو کشور میفته و این دفعه خوبه که ادامه داره، اونم احتساب راننده های کانون و ترلی و تانکی را هست. شما تیر خلاص میتونید راحت بزنید، اسم در تاریخ هم بمانه. و روایت یک راننده کانون اتصاب ما بار نمیبریم، بچه های تیم ملی بیان را بفرستید. خیلی جالب این جمله، بچه تیم ملی بفرستید بار ببرن، بارکشی خوبی هست ببرن. شعار گروه از معتقدان در مدرسه سطرخان گوش کنیم. حمایت از بلوچای عزیز و خردای قهرمانم. آره شیشه معذرت بگیرید. از ساعت هم میان که دیگه نیروها هیچ کاری نمیتونن بکنن. کشف میلیون ها دلار تقلبی در ایران که من بارها گفتم بازم تکرار میکنم، دلار تقلبی زیاد چاپ میکنن، توی علاقه هم چاپ میکنن، توی خود ایران چاپ میکنن و کشف بخواسته اینا تو بازار دیگه میره برنام توی بینید کفتم این خیلی یورو بخرید احتمال خطر شست در یورو باز بهتره ولی دلار تقلبی زیاده. تشخیص هست که از این مسئله خیلی تخصصی که برمیگرده به سیستم قضایی و من به حقیقتش اطلاعات جدیدی نسبت به روش های کش ندارم. اونچه که میدونم خزانداری امریکا در جهت بهبود کیفیت و دوازه رسید اینها دارایی که برای امریکا آمده امریکا رو به داعش اینا داد اینا ریجسته نشده بود یک نگه تقلید دارد تقلید چاپ کردن. ولی خب شما قصه نخورید، مشکل نیست. رکورد تازه در بازار سکه و طلا ایران. یک اقتصاددان چشمانداز کشور مبهم است. اقتصاد قیمت سکه طلا طرح جدید در معاملات روز یک شنبه ششم آذر ماه در تهران با افزایش یک درصدی نسبت به گذشته از مرز 17 میلیون تومان گذشت. چون میخوام برم سکه بخورم، اینقدر بدبخت نفهم هستن که سکه رو ببرم
یا تو فروش بیا برای یه قرص نمیخره، هیچ کس نمیخره، هیچ کشوری نمیخره. چون اگه طلا بخواد بره کشور اون فروش بشه بره اینجوری بخواد بره، بازار طلا خراب میشه و اونا ورشکست نمیکنن. چطور؟ خب مبارک مدیر کمپین مردان ایران اصلی که سپاه احضار شد که شما چرا اعتراض رو اعتصاب میکنید، شما چرا نکنن، شما معلولشون کردید، شما جنگ بردید، شما بازی دادیشون، شما هزینه داروشون رو خوردید، شما خیلی کارا کردید، اعتراض کردن، چرا اعتراض میکنید؟ نه چشم نکن. نتایج دریان تهران جانم فدای ایران. دانشگاه علامه طباطبایی 6 آذر. مرمت تو مرد بکنم تو میخوام وقت نداریم زیاد. کامیونداران با نادیده گرفتن وعده دولت رئیسی احتساب کردن. شماری از کامیونداران روز یک شنبه ششم آذر ماه در پی فراخوان‌هایی در شهرهای مختلف دست از کار کشیدن و احتساب کردن. این خبر خیلی خوبیه. فرمانده سپاه در مورد اعتراضات سراسری نمیشه دست ایستاد. حالا گوش کنید چی گفته آقای سلامی. خوبم پرفنان سلامی انتری. فرمانده خیلی چیز جالب، چقدر بزرگ هم کردن برای خودشون. اصلا ترسشون داشته ها، چیز دیگه نیست. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه اعتراضات جاری در ایران را یک جنگ جهانی عظیم با هدایت غرب در برابر رهبر جمهوری اسلامی خواند و گفت در این صحنه نمیشه از اثر ایستاد. خیلی بدبختید، خیلی فرق درست، خیلی خودتون به خودتون شعار باز میکنی. نه، از این ملت ایرانه، دنیا را آشمز کرده، زنهای ایران دنیا را آشمز کرده، وقت اونها میان گاو شیرده خودشون رو سر ببرن، آشغال کلی کسافت بیشرف حرام زاده. استاندار بوشهر با اقتدار نظامی مانع حضور مخالفان در جواب جانی شدیم. چی کار کردن؟ اقتدار نظامی شما کار کرد؟ چهار تا تماشاشی جوشی گرفتید؟ خاک آدم برسن، چقدر خرج کرد؟ توفتی شرم نداشت اقتدار نظامی گوه خوردی با جدابت کسی بود. اون آشغال کلای قطری هم حالا 74% مقامات کشور، 74% مقامات کشور در دهک ثروتمندان هستن، معلوم هستن، برای همین دیگه تکون نمیخوان سرشون بخورن، زورشون میاد. نسل بنده برو پول آبر، پول آبر در رش، زنده باد آزادی، زن زنده آزادی. تجدید دوباره مرتضی سخنگوی ارشد سپاه میگوید مهسا دیگه رقم خواهیم زد. جالبه که این احمق بیشور، این همون که خودتون میدونید اصلا مهسا چی هست یادنش گوه اضافی داریم میخواه حرف مفت داریم میزنه. مهسا جهت اعتراض جنرال میگه آقای فرمانده، فرمانده هم تکیر یه الاخر مهسا مجاهدین علاقه خود دستان خصم خورد چون بره آمدن هماهنگ کردن کامیون و چیچی و چیچی و چیچی رفتن بیان اسلام آباد قرار بگیرن، بعد بیان کرمانشاه، بچم تشویق تهران اونجا بچم گل و سبز شیر بخشن. یه جای اسم تنگه حسن آباد اگه اشتباه نکنم. آمد اونجا که رسیدن چند نفر نه بیشتر ها اون بالا سنگر گرفتن به اولی ماشین رو زدن، دومی رو زدن، به اینا موندن. هر چی به پشت چیز زدن پیام دادن فلان کردن، خانم رجوی با آقای مسعود رجوی نشسته بودن اونجا داشتن گوش میکردن به کارش هم بکنن، بعد نبود نکردن از کارا. تمام اون چیزها مون، بنزین ماشین خاموش کرده بودن، بنزینشون تموم شد، سوخت گازش تموم شد، هر چی بود تموم شد. بعد مردم دوربر حمله کردن، یه سری دخترها رو بردن، یه سری دختر کشتن، یه سری پسرها کشتن و و و و گرسنگی. جالبه که تیپ یا لمون چیز مال حوالی دوز مال کرمان شد، رفتاد کرمان. حالا اینا ماجرا همه تو جاده موندن، هم سوخت هم کرده موندن، تجزیه هم توشون هرچی هست هست، اونام که فرار کرده در رفتن توی شهر رو اسمه رفتن گرفتاش نسبت در دختر رو رفتن بردشت صفا سیتی. بعد فرداش روز بعد 24 ساعت بعد حوالی کرمان که مال کرمان شد اومده، تمام اینا رو بمباران میکنه.
خب اینا غنیمت جنگی دیگه استفاده بکنید، چند هزار تا ماشین که ما زدیم بردیم فلان کردیم. آقای مهر، آقای فرمانده، مرصاد این بود، نه اینکه تو با مردم ایران مردم بندان چیکار کردن. باید شماها رو به خط کنن، پدرتون درک میکنن. جالبه یه حرفی میزنه، یه چیز شنیده ولی باهاش نشده. آخه جمهوری اسلامی شکایت که به فیفا آمریکا پرچم ما رو آروش از دست برداشته. ما شما کسافت شما اون پرچم به دست خوش آتیش نه رو برداشته احمقا بزنید. چطور شد؟ خیلی بدبختید. آب دانن آبداران حسابی تظاهرات کردن و جلو نیروها اینا گفتن. اینم که با ستارخانه حالا اینا وقتی که میگن مردم این شب بعضی باشه خواهد آه تموم شد تصدر اصلا خوابید که راحت باشید وارز رو به گور میبری شما مطمئن باشید. چین هم که دیگه شدوقه شروع شد، چین شدوقه شروع شد، هیچ کس رو داشت نیست و دروشه ها تظاهرات شروع شد و خوابهایی که دو داره خود شده در آمد یعنی جشن هایی چیز شد من خوابهاشون هم میخواست تبدیل شده رو چیز پنبه. شیش آذر خیابان پیامبر انقدر شعاره گروش گرفته. داستان تهران از آزادی شما بازشتگان اختلافات اخیر ایران خبر داد. مجبور آزاد چون اون تو زندان که میرن و سیر نیروزه با خوشن همه هنگ میکنند. شما باید میگه خودتون لخشید آقای خامنه‌ای برید کسافت لجن برید اونجا واسه نگهبانی بدید. نیست هر جا که رفتن اینا بچه ها حق باشون بوده و اون نیروی که اونجا بودن میگه نیرو ندارید شما واسه نیرو ندارید پول هم ندارید تدارکان نیست بکنید مجبور آزاد کنید چاره نداره. از گزارش ها از اعتصاب کامنداران در سراسر ایران شیش آزد. عیسی زارعپور وزیر ارتباطات ایران بابا اینا خیلی معموشن بابا نه نگرش از سیرک باید نوازی کنم بیانه شوی جا کنم. محدودیت اینترنت ناخواسته بوده با تشخیص دوستان امنیتی ایجاد شده. خیلی بامزه این نه ناخواسته بوده بچه هم دوستان امنیتی گفتن. دانشگاه طباطبایی طولانیه من وقت کم دارم. وضعیت قرمز در اقتصاد ایران سکه آستانه 17 میلیون تومانی گذروند و خیلی از سکه هم تقلبی شده که دیگه جاش اینجا نیست. مجلس ملی فرانسه تعریف منظور حمایت از معترضان به رأی می‌گذارد. زحمت نکشین. خود مردم کار خودشون می‌کنن. این هم مال مسکنه که آقای چیز عزیز بود. دنیای اقتصاد نه کارگران مشغول کار نه مسکن برای ساخت. روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به وعده دولت رئیسی مبنی بر ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال نوشت کارنامه 1 ساله اجرای این طرح این برنامه عملکرد مطلوب موفقی نشان نمیدهد و افزود که اکنون برای این طرح بزرگ نه کارگری مشغول کار و نه مسکنی در ساخت است. این رسانه 6 چالش ساخت 1 میلیون مسکن در سال عقب مانده در برنامه‌های مربوط به نوسازی بافت فرسوده به میزان 100,000 واحد در سال و فکری از خودتون بدهید. آقای عبدالستار دوشوکی من هیچ وقت نمیخواستم بینگیره ولی مجبورم میکنه
به تو چی مقبول رفراندوم کنه؟ تو چی کار هستی؟ سر پیاز تای پیازی؟ تو دنبال پست مقامتی؟ برو همونجی باش به تمک خفت خفت کن بگیر. آقای دوشکی نکن، آقای دوشکی نکن، بس کن. رفراندوم حکومت برگزار بکنه کسافه بیشور یه حکومت به رفراندوم برگزار بکنه کردی با بس دوازه فروردین کرد بس نجو هست خفه شو لطفا توی خانه به پتر هستی تو گندی کار در واکنش آمریکا بازارش وریا غفوری ابراز نظر مصادمیز نباید هیچ کار جرم محسوب شود آمریکا گفتن بله چشگوش کردن البته آزادش کردن از شازده سفت داشته باشه سرزده آلمان برای مقابله با ماجراجوهای جمهوری اسلامی تلاش بیشتری لازم است کی وقتی گل نی چه روزگاری سرتون بیاد بله روزنامه انگلیسی دی تلگراف در مطلبی نوشت رژیم ایران حتی با کشتار دستجمعی از جور دختران نوجوان نتونست تظاهرات کنترل کنه باباش هم نمیتونه روز بیشتر میشه شک دقیقه سه نکنید خب 16 دقیقه شد من پس یک کلی دیگه خواهم بود تا فردا ظهر اینم گوش کنیم میدونید حسنش کجاست؟ اون صدایی که اینا میاد اون عمق کینه که از اینا دارن این انرژی بخشه و انرژی اونا رو میگیره خب عده زیادی هم که کم کم دارن بازشگاه اینو محاصره میکنن هر روز بیرن اونجا و این خیلی خوبه کمپوز زرگ کردن این نماده مجلس خفه خبر یک نماینده مجلس ایران خواستار قنی‌سازی 60 درصد در پاسخ قطعنامه شورای حکام شد. به بعضی ها ضرر داره. البته یه قاطی گره همه تو. خب دوستان پس منتظر کلیپ های باشید از جوان ها دام های کاش میکنن و از غرور جوانی استفاده میکنن و کارهای میکنن که با دام بیفتن از همون اول سال 57 کردن من گفتم باز هم میگم تا عمر باشه خواهم گفت اول راجعه این مترسک ها و این عرسک خیلی شواده صحبت خواهم کرد که وقتی من به اینا میپرم اون ارباباش حساب کارشون میکنند اونایی که اینا رو استخدام کردن اونایی که این سک به جلسک دقلوه جلوه رو میزن و اینا صحبت خواهم کرد ایام بکنم و دوستان باشه